Today's program will be presented in Dari with subtitles in Arabic, Balochis or Vietnamese, Chinese, Hebrew, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai and Spanish. یازده میلیون بیننده شیفته تصاویری شدند که بر صفحه تلویزیون پخش می‌شد. سال 2005 میلادی است و یک سوم از جمعیت افغانستان مشغول تماشای فینال پروگرام ستاره افغان هستند که یک شوی تلویزیونی مبتنی بر الگوی غربی آن میباشد که در آن شرکت کنندگان برای رسیدن به مقام نخست از صمیم دل آواز می‌خوانند. بینندگان هنردوست به پروگرام سرگرمی تاری بخش خوش آمدید. امروز با اولین بخش از پروگرام دو قسمتی در مورد آقای داوود صدیقی که مجری تلویزیونی پروگرام اصلی ستاره افغان و مجری فعلی رادیو صدای آمریکا می باشد می پردازیم. در ایالات متحده و بریتانیا این قبیل نمایش ها که بر مسابقات موسیقی متمرکز است امر عادی است. اما در افغانستان کشوری که موسیقی از سال 1996 تا سال 2001 محدود شده بود آغاز پروگرام ستاره افغان یک اقدام تاریخی بوده است. موسیقی که هزاران سال در کشور ما سابقه داره تقریبا در یک دهه با بسیار مشکلات جدی مواجه بود. شکسته و ریخته و هنرمندای داشتیم که بیرون از افغانستان کارهای میکردن اما داخل افغانستان مطلق موسیقی خاموش بود. موسیقی یک زبان جهانی است که عمیقا در قلب همه انسان ها ریشه دارد. صدای مردم افغانستان با داشتن هزاران سال سنت غنی موسیقی دوباره با اشتیاق تنین انداز شد تا میراث زیبای خود را احیا کند. ما یک تاریخ بسیار پربار فرهنگ غنی و خوبی داریم. مثالای بسیار زیادی از افغانستان وجود داره. مثلا میشه از شخصیت یاد کرد که مردم دنیا را میشناسه، مثلا مولانای رومی از افغانستان است. ما شعر، ادب، فرهنگ، موسیقی در هر عرصه مردم بسیار غنی هستیم. ستاره افغان عاملی برای یک تحول شگفت‌انگیز در کشور بود. به غیر از شرکت کنندگان گوناگون و با استعداد در بطن این شوی تلویزیونی مجری محبوب و جوان آن آقای صدیقی قرار داشت که سفر خود او به سوی شهرت نیز در دست تقدیر بود. داوود صدیقی در سال 1979 در کابل به دنیا آمد. او به زبان بومی خود پشتو و همچنین زبان دری سخن میگوید. او پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان در دانشکده پزشکی دانشگاه معتبر کابل پذیرفته شد. او همچنین با تعمیر تلویزیون امرار معاش میکرد تا خانواده‌اش را حمایت کند. سرانجام آقای صدیقی علاقه شدید خود را صرف موسیقی کرد. در سال 2003 او به عنوان مجری تهیه کننده و ویراستار برنامه های رادیو اف ام آرمان استخدام شد. در آنجا او شهرت خوبی به عنوان یک کارمند وظیفه شناس کسب کرد. سال بعد طلوع تیوی آغاز به کار کرد و آقای صدیقی برای کار در دپارتمان موسیقی دعوت گردید. در سال 2005 ایستگاه تلویزیونی یک شوی مبتکرانه به نام ستاره افغان را با اجرای آقای صدیقی ایجاد کرد. آقای صدیقی به همراه تهیه کنندگان در جستجوی استعدادهایی برای این پروگرام به سراسر کشور سفر کردند. بخشی از اهداف او برای ستاره افغان احیای موسیقی کشور پس از مدت‌های مدید فقدان آن بود. موسیقی افغانی در افغانستان بسیار محدود شده بود. مردم به موسیقی مختلف دنیا تا حد گوش میکردن و موسیقی افغانی وجود نداشت. تولید نه وجود نداشت. ستاره افغان به عنوان یک رقابتی واقعی آغاز شد تا استعدادهای انفرادی را در کشور کشف کند و به عنوان یک سریال هفتگی در پنج شنبه ها و جمعه ها پخش می شود. این پروگرام خیلی زود محبوبترین شو در افغانستان شد. ستاره افغان برای مردم افغانستان فرصتی ایجاد کرد تا دوباره با تاریخ موسیقی غنی خود ارتباط برقرار کند. همه آهنگ‌های اجرا شده در این شو طبیعتاً سنتی بوده و برخی از آنها به اشعار قرن هفتم باز می‌گردد.
مخاطبین از تمام طیف‌های گوناگون زندگی با علاقه وافر این شو را دنبال می‌کردند. فکر می‌کنم که ما توسط ستاره افغان تانستیم یک بخش بسیار عمده بزرگ کلچر خود زنده نگاه کنیم که او موسیقی است، او شعر است، او ادب است، او زبان ماست. و ستاره افغان یک برنامه بود که واقعاً تأثیر مثبت سر فرهنگ و کلچر ما هم داشت. ستاره افغان رویای موسیقی را در قلب همه موسیقی دانان مجدداً احیا نمود، فارغ از این که آنان از چه گروه قومی، سنی یا جنسیتی می آمدند. این شو فرصتی برای این افراد با استعداد به وجود آورد تا به آرزوهای بزرگ خود برسند و این فرصت را داشته باشند که یک ستاره ملی موسیقی پاپ شوند. در ابتدا ستاره افغان شاهد این امر بود که بیش از 2000 نفر با امیدی شرکت کردن در این شو مورد امتحان قرار گرفتند. تانستیم بعد از سالها جنگ و بدبختی خانم‌ها را دعوت کنیم به عرصه هنر، اونا را روی استیج بخواهیم و جوانا را موقع زیرا بتیم که چیزی که میخواهیم اون باشد. چشمانداز آقای صدیقی از پروگرام همواره استفاده از آن به عنوان ابزاری برای متحد نمودن کشور بوده است. او میگوید از طریق موسیقی و این پروگرام ما احساس صلح را ایجاد میکنیم. در حالی که موسیقی سمبولی از آزادی میگردد، جوانان افغانستان مشتاقانه در انتظار آینده‌ای روشن‌تر از هماهنگی می‌باشند. مردم بپرسین، علاقه‌مندی مردم رو ببینین. تأثیرات بسیار مثبت را ستاره افغان تانست که در افغانستان به جا بگذاره. ستاره افغان تانست که وحدت ملی را در بین گروه‌های مختلف همگی در همین برنامه با هم در پهلوی یکدیگر خود ببینن. ما تانستیم هنرمندای بسیار خوبی را معرفی کنیم، موسیقی را دوباره زنده بسازیم که یکی از دستاوردهاش. پروگرام سرگرمی تالی بخش پس از این پیام‌های کوتاه و زودی باز می‌گردد، در حالی که پروگرام ما در مورد آقای داوود صدیقی مجری رادیو تلویزیون افغانستان است. لطفاً با ما در سوپریم مستر تلویزیون همراه باشید. از اینکه مجدداً با ما در پروگرام سرگرمی تالی بخش هستید متشکریم. پروگرامی که درباره مجری مشهور رادیو تلویزیون افغانستان آقای داوود صدیقی می باشد. آقای صدیقی پیش از اینکه مجری رادیویی پشتو زبان صدای آمریکا در ایالات متحده بشود، یکی از مشهورترین شخصیت‌های افغانستان به عنوان مجری چهار فصل اول پروگرام موسیقی بسیار محبوب ستاره افغان بود. آریان بیکر در مجله آمریکایی تایم در روز 24 ماه مارس سال 2008 درباره حضور باصفای آقای صدیقی به عنوان مجری شوی تلویزیونی مقاله‌ای به شکل زیر نوشت. خانم ها و آقایان، آیا برای اینکه بدانید چه کسی برنده امسال ستاره افغان است آماده هستید؟ مجری پروگرام تلویزیون سکوت می کند و هزاران نوجوان افغانی را که در لباس های مخصوص مانند روسری های براق یا کت و شلوار های سفید یقه برگردان حتی با کروات های پهن‌تر به تن کردند از نظر می گذراند. نوجوانانی که شروع به فریاد زدن نام ستاره های محبوب خود نمودند. خب، وقفه کوتاهی برای پیام های بازرگانی داریم و به زودی باز خواهیم گشت. داوود صدیقی مجری پروگرام ستاره افغان که برگرفته از پروگرام امریکن آیدل می باشد، میداند چگونه با طرفداران پروگرام رفتار کند. با آنان یادآوری میکند دلیل اینکه جمعیت 3 ساعت را در ازدحام در هتل اینترکانتینانتال گذرانده است، حضور در فینال رقابتی است که طی 16 هفته گذشته تلویزیون افغانستان را تحت شعاع قرار داده است. این پروگرام متشکل از افراد امیدوار در زمینه موسیقی است که با اشتیاق فراوان برای به نمایش گذاشتن صدای خود در تلاش برای به دست آوردن قراردادی که برای ضبط صدا در پایان هر فصل از پروگرام ارائه می شود آواز می خوانند. براستی ستاره افغان نور امید را در قلب‌های مردم افغانستان مجدداً روشن کرد. 60% از جمعیت افغانستان زیر 21 سال هستند و این پروگرام بازتابی از روحیه و انرژی جوان کشور است. این پروگرام پلی است بین سنت تاریخی موسیقی و تجدد. برنامه های زیاد است که به این شکل ساخته شده و بعد از ایجاد ستاره افغان
و مردم بسیار علاقمندی به او برنامه میبینند. تانسته است داره افغان یک تحول بزرگ را بیاره تا مردم از این فرهنگ استفاده کنند. آقای صدیقی با افتخار به جایگاه مهم این شو در تاریخ کشور، موفقیت آن را در ایجاد پروگرام‌های مشابه دیگر مانند کشف بهترین مرد کمدین یا بهترین مرد رقصنده کشور می‌بیند. از رافی 19 ساله که مانند یک ستاره موسیقی پاپ به نظر می‌رسد، گرفته تا حامد که آموزش کلاسیک دیده است، یا بانوان خواننده لیما و ستاره، بینندگان این پروگرام می‌توانند رأی خود را به ستاره محبوبشان از طریق تلفن همراه به یک روش دموکراتیک واقعی اعلام کنند. بر این اساس که همه یکسان هستند، فارغ از گروه‌های قومی، سنی یا جنسیتی، صدای هر شخص از طریق رأی افراد به حساب می‌آید. این حقیقت که هم مردان و هم زنان از هر رده سنی رأی می‌دهند، اهمیت این حرکت را در کشور نشان می‌دهد. حرکتی که ستاره افغان ایجاد کرده است. بله، ستاره افغان جالبی بود که یکی از مثال‌های بسیار خوبش ایست که اولین بار مردم فهمیدن که رأیشان چقدر ارزش داره. یک شخص وقتی که برای کس رأی بده، او میشه که او آدم برنده شوه یا رئیس جمهور شوه یا عضو پارلمان شوه یا یک آوازخوان شوه. ما تانستیم که نشان بدیم که مردم در انتخابات باید سهم بگیرن و اگر سهم نگیرن آینده کشورشان کس دیگه برشان، آینده کشورشان به دست کس دیگه میفته. اینا خودشان باید سهم بگیرن و آینده کشور خود بسازن. و یکی از مثال بسیار خوبش بود در افغانستان. اگرچه گروه های قومی گوناگونی در افغانستان موجود هستند، این پروگرام نشان می دهد مردم هنگامی که بر اساس استعداد برای یافتن ستاره موسیقی آینده کشور رأی می دهند، همگی به عنوان مردم افغانستان متحد هستند. آقای صدیقی اعتقاد دارد که فرایند دموکراتیک به صورتی که برندگان پروگرام ستاره افغان انتخاب می شوند، نه تنها می تواند به عنوان الگوی آینده دیگر پروگرام های تلویزیونی، بلکه در سازمان‌ها یا دیگر جنبه‌های زندگی خدمت نماید. فعلاً حال جوانان مدل انتخاب می‌کنند. برنامه انتخاب مدل است. برنامه انتخاب بهترین تجارپیشه است. تانست ستاره افغان یک فرهنگ خوب را بین مردم بیاید و در شهرهای بزرگ افغانستان فعلاً در رسانه‌های مختلف افغانستان. فیلم مستند ستاره افغان که مبتنی بر پروگرام همنام خود در تلویزیون است، در سال 2009 با تحسین فراوان اکران شد. این فیلم توسط خانم هاوانا مارکین، کارگردان و تهیه کننده مستقل بریتانیایی ساخته شده است. این فیلم مستند مشترک افغانستانی بریتانیایی اولین فیلم افغانی بود که وارد فستیوال فیلم معتبر و مستقل ساندنس در ایالات متحده شد. این فیلم برنده جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند سینمایی جهان و همچنین جایزه مخاطبین سینمای جهان گردید. تا کنون موافقت شده است که این فیلم مستند در گروه فیلم‌های زبان خارجی نماینده بریتانیا در جوایز اسکار باشد. این فیلم یک فیلم است که یک چهره مثبت از مردم افغانستان میتونه به دنیا نشان بده. این فیلم است که میتونه امیدهای مردم افغانستان، خصوصا نسل جوان افغانستان، امید نسل جوان افغانستان میتونه به مردم نشان بده. این فیلم خوشبختانه به اسکار پیشنهاد شده. من بسیار خوش هستم که برنده جایزه شد و میشه که من مثال بتوم ستاره افغان، فیلم ستاره افغان به صفت یک پیام نیک و یک چهره مثبت از مردم افغانستان به دنیا. آقای صدیقی که اکنون در وطن خود شخصی مشهور است، با اولین نمایش فیلم مستند و جایزه برده ستاره افغان تبدیل به یک شخصیت مشهور بین المللی گردید. از او دعوت گردید تا برای نمایش فیلم در کنار خانم مارکین در فستیوال ساندنس در ایالات متحده شرکت کند. علی‌رغم موفقیت تلویزیونی و این فیلم، هنوز قلب آقای صدیقی به دنبال هدف شریف اولیه او برای این شو می باشد. بزرگترین آرزوی زندگیم صلح در وطنم است و آرزو دارم که صلح در وطنم من خودم به چشم خود ببینم در زندگیم و یکی از بزرگترین آرزوهایم همی است که میخوایم در عمر خودم، در زندگی خودم که من زنده باشم، وطنم آباد و آرام ببینم.
تمام جوانان افغانستان همی آرزویش است که وطنشان آباد شد و پر از صلح و صفا باشد. و من آرزو دارم که در زندگی میره ببینم. آقای صدیقی از طریق کار خود به احیای موسیقی زیبای افغانستان کمک کرده و امید را به قلب هموطنانش بازگردانده است. از اینکه امروز در حضور شما بودیم خوشبختیم. لطفاً هفته آینده مجدداً در پروگرام سرگرمی تالی بخش برای بخش دوم آرزوهای افغانستان مصاحبه با داوود صدیقی، مجری اصلی پروگرام تلویزیونی ستاره افغان و مجری رادیو صدای آمریکا با ما همراه باشید. پروگرام بعدی در سوپریم مستر تلویزیون پس از اخبار قابل توجه پروگرام کلام حکمت می باشد. امید است روزهایتان مملو از آواهای بهشتی باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت آقای داوود صدیقی در صدای آمریکا لطفاً از وبسایت زیر بازدید نمایید. www.voanews.com/pashto. It was a pleasure to have your presence today. Please join us again next week on Enlightening Entertainment for the part 2 of Ambitions of Afghanistan, an interview with Dawood Siddiqui, original Afghan Star TV host and voice of America radio host. Up next is Words of Wisdom. After Not First in News, here on Supreme Master Television. May your days be filled with melodies of heaven. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.